کمدو مرتب کن، یکم به هم ریخت. چشم خانم، واسه شام برمیگردی؟ نه. اگه میخواین بگم بشیر برسونتتون. نه. به آژانس زنگ زدم. بشیر زود باش بیا. چیه؟ بیا بیا دیگه. حالا دیدی؟ ماشین منتظر فیروزه خانم بوده. خب به ما چه؟ چیز دیگه نگو، فقط گفت بگو بیاد. نمیدونم، هر وقت دوست داری بیا. بگو واسه شام بیاد، واسه شام. عمو سلیمان میگه واسه شام بیا. اگه بدونین چی شد، باور نمی کنی. چه خبر شده؟ الان میگم، قد کن زود باش بیا تا بگم. باشه رضا، شب میبینمت، خدافظ. ماشینه اومده بود دنبال فیروزه خانم. آه خب مگه چیه؟ اومده که اومده. یواشکی اومد بیرون که کسی نبیندش. معلوم نیست این زن چه نقشه ای داره. به نظرم قضیه عشق باشه. وای نگو. شما امروز چتون شده؟ خب شاید دوستش داره. دوباره از اول صبح شروع کنید. این کارا اصلا ازش بعید نیست. فقط داره یواشکی انجام میده که عدنان بیک نفهمه. آه نگاه کن، هیچی نخورده. عجله داشتن، زود رفتن بیرون چون تاکسی منتظرشون بود. چرا دروغ میگی؟ خودم دیدم سوار یه ماشین قرمز شد و رفت. اون کی بود؟ این حرفو درست نیست. بشیرم شاهده، الان صداش میکنم تا باور کنی که راست میگم. بشیر. جمیله. قرار امروز برات خواستگار بیاد؟ درسته. انشالله که خیره. آقا سلیمان ممنونم که گوشوارمو پیدا کردین. مگه شما پیداش نکردین؟ مگه شما گوشواره گم کرده بودین خانوم؟ من اصلا خبر نداشتم. پس تو پیداش کردی و گذاشتیش تو اتاقم سهیلی؟ نه، منم اصلا خبر ندارم. منم همینطور، اصلا وارد اتاقتون نشدم. اصلا خبر نداشتم که گوشوارتون گم شده. دیشب تو حیات گمش کرده بودم و امروز تو اتاقم پیداش کردم. فقط خواستم از کسی که این کارو کرده تشکر کنم. آها، حتما لمیز خانم پیداش کرده. امروز قبل از صبحانه رفتیم تو حیات قدم زدیم. حتما برا تو پیدا کرده و گذاشته تو اتاق. آره، شاید لمیز خانم بوده. از همتون ممنونم. یالا، هر کی بره سر کارش. زود باشید. مادموزه، چرا دستات یخی؟ داری میلرزی؟ تو خوبی؟ نگران نباش عزیزم، چیزی نیست. دنبال چیزی میگردی؟ دنبال گوشوارش میگرده. محال الان بتونه پیداش کنه. درسته، فردا دنبالش میگردم. اگه بخوای فردا صبح همگی با هم دنبالش میگردیم.